Hi again, guys. Let's learn a few things about subjective pronouns. سلام دوستان عزیز. در این بخش با هم ضمایر فاعلی رو مرور خواهیم کرد. مطلب مهمی که مثل قسمت قبلی به احتمال خیلی زیاد مدت هاست که باهاش آشنا هستید و ما اینجا فقط یه مروری جهت یادآوری روش خواهیم داشت. ضمایر فاعلی یا در انگلیسی subjective pronouns. خود این عبارت رو ببینید. Subjective pronouns. Subject رو در جلسه قبل با هم دیدیم که به چه معنایی بود؟ به معنای فاعل. در انگلیسی پسوند if اگه بعد اسمی بتونه بیاد بهش معنای صفتی میده. پس اگه subject معناش فاعل باشه subjective معنای صفتی میگیره و میشه فاعلی، درسته؟ کلمه pronouns رو ببینید. در انگلیسی pronoun به معنای ضمیر هست، pronoun، که اینجا اس که اس جمع هست به انتهاش اضافه شده و تبدیل به جمع شده، یعنی قبلا مفرد بود الان جمع هست، پس به معنای ضمیرها خواهد بود، درسته؟ ضمن این که همونطوری که میبینید در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم در جمله قرار میگیره. یکی دیگه از اون تفاوت‌های مهم بین زبان فارسی و انگلیسی است که مجدداً در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد. پس داریم subjective pronouns به معنای ضمایر فاعلی. قبل از اینکه بخوایم در مورد ضمایر فاعلی با هم صحبت بکنیم، باید بدونیم ضمیر چیه. ضمیر چیه دوستان؟ کلمه‌ای که به جای اسم میاد از تکرار غیر ضروری و یا غیر درست، از تکرار ناصحیح اسم جلوگیری می‌کنه. این جمله رو با هم ببینیم. من به مدرسه می روم. اگه اسم من علی باشه نمیتونم اصلا اسمم رو در این جمله استفاده کنم، بگم علی به مدرسه می روم، و حتما باید از ضمیر من استفاده کنم اینجا. اما منظور از ضمیر فاعلی چیه؟ در زبان انگلیسی مشابه زبان فارسی، البته با یه سری تفاوتایی، ضمیرها بر حسب نقشی که در جمله دارن با همدیگه فرق میکنن. مثلا اگه بخوایم برای یه اسمی که الان تو جایگاه فاعله ضمیر بیاریم، باید از یه کلمه خاصی استفاده کنیم، در حالی که اگه همین اسم در جایگاه مفعول باشه باید براش از کلمه دیگه‌ای به عنوان ضمیر استفاده کرد، که در مورد این دومی بهش میگیم ضمیر مفعولی. حالا بحث ما اینجا اون ضمیرهایی است که جایگزین اسم در جایگاه فاعلی میشن، subjective pronouns. خب دوستان، اول ضمیرهای فاعلی در زبان انگلیسی رو با هم یه بار بشناسیم، بعد من توضیحاتی در موردشون خدمت شما ارائه خواهم کرد. از ضمیرهای مفرد شروع بکنیم. ضمیر اول شخص مفرد یا first person singular pronoun که در فارسی بهش میگیم من، در انگلیسی میشه I. ضمیر دوم شخص مفرد second person singular pronoun میشه you. ضمیر سوم شخص مفرد third person singular pronoun، سه تا داریم، برای مذکر میگیم he، برای مؤنث میگیم she، و برای غیر جاندار میگیم it. he she it. اما برای جمع ها ضمیر اول شخص جمع یا first person plural pronoun میشه we. ضمیر دوم شخص جمع یا second person plural pronoun میشه you. و در پایان ضمیر سوم شخص جمع یا third person plural pronoun میشه they. یه بار دیگه ضمیرها رو کنار هم دیگه و بدون حاشیه هاشون ببینیم. لطفاً بعد از من تکرار بفرمایید دوستان. I. You. He. She. It. We. You. They. اما سه تا نکته خیلی مهم که لازم خدمت شما عرض بکنم در مورد این ضمایر. نکته اول در مورد سه تا ضمیری که در جایگاه سوم شخص مفرد می‌بینید، یعنی he, she و it.
اینجا زبان انگلیسی تفاوت مهم با زبان فارسی داره که یکی از اون جاهایی که بعضی زبان آموزای مبتدی سخت باهاش کنار میان. اون هم اینه که برخلاف فارسی که جنسیت یعنی مرد یا زن بودن در ضمیری که استفاده میکنیم تأثیری نداره و ما به هر دوتاشون میگیم او، در زبان انگلیسی اگه ضمیر ما مربوط به مرد باشه بهش میگیم هی و اگه مربوط به زن باشه از شی استفاده میکنیم و اگه مربوط به موجود بیجان باشه یعنی اونجایی که در فارسی میگیم آن، در زبان انگلیسی میگیم ات. پس در انگلیسی ما در ازای اوی فارسی دو تا ضمیر داریم، هی و شی. اگه فکر میکنید سخته، لازمه بدونید که مثلا زبان آلمانی به جای او سه تا ضمیر داره، مذکر و مؤنث و خنسا. و بعضی زبانهای آفریقایی، زنده آفریقایی یعنی الان صحبت میشن، علاوه بر جنسیت به ازای رنگ و اندازه و شکل هم ضمیرهای متفاوتی دارن. یعنی مثلا اگه در مورد یه مرد لاغر بلندقد داشتیم صحبت میکردیم باید از یه ضمیر خاص استفاده کنیم و اگه یه مرد لاغر کوتاه مرجع ضمیر ما باشه باید از یه ضمیر ویژه دیگه استفاده کنیم. خلاصه بریم خدا رو شکر کنیم که زبان انگلیسی خیلی ساده‌تر از این حرفاست. اما نکته دوم، اگه به ضمیر دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع نگاه کنید دوستان، میبینید که ما برای هر دوتاشون از یه لفظ مشترک و یکسان داریم استفاده میکنیم، یعنی you، و این با فارسی متفاوته. درسته که ما گاهی در فارسی به دوم شخص مفرد هم به جای تو میگیم شما، ولی این از روی احترامه، وگرنه ضمیر اصلی دوم شخص مفرد در زبان فارسی همون تو هست. پس یکسان بودن شکل و تلفظشون شما رو به اشتباه نندازه، اینا دوتا ضمیر متفاوتن. اگه توی یه متن دیدیم که از ضمیر یو استفاده شده باید از شواهد و قرینه ها تشخیص بدیم که جمع مورد نظره یا مفرد. اما نکته سوم و پایانی این قسمت در مورد ضمیر اول شخص مفرد هست، یعنی آی. توجه داشته باشید دوستان که این ضمیر هر جای جمله که بیاد، چه اول جمله، چه وسط جمله، چه پایان جمله، همیشه با حرف بزرگ یا انگلیسیش حرف کپیتال نوشته میشه و شما آی ضمیر رو با حرف کوچیک جایی پیدا نمی کنید. یه متن تصادفی رو که توش ضمیر آی تکرار میشه رو ببینیم با هم. توجه داشته باشید که ضمیر آی در تمامی موارد تو این متن با حرف بزرگ نوشته شدن. ببینید، I have never been more interested in learning than I am right now. If I was told 20 years ago that one day I would feel the way I am feeling now, I probably wouldn't have believed it. I believe it now, as I couldn't have before. I am blessed indeed. بسیار خوب دوستان. در این جلسه ضمایر فاعلی رو با هم دیدیم و بررسی کردیم. در بخش‌های بعدی این جلسه رو ادامه خواهیم داد انشاءالله.